سلام علیکم ورحمت الله گرانو زکونکو خدای وکشته ټول روغ او جوړ وو سه او ورځم په خوشاله او رامین سره پیل کړی وی گرانو زکونکو په مخکنیلو واست کی مو د لیک د نخو پاکله چې هغه نخي چې ډیر اړینی او داغو تعریفونه په کتاب کې راول شیوله داغو پاکله مونږ تاسو او خاصه متن ول وسته او د دې تعریفونو او دا چې باید چيري وکړو په دې پوي شو نور ازي چې نن مونږ تاسو د دریمه د اتم ټولګي د ووم لپاره په دريمه برخه کې هغه فعالیتونه چې لرو د هغه فعالیتونو پکلوغه گیګو او د متن لنډي سړیاو ځولونو اجزای امروز در درس امروز ما دوه بخش دریم ک خلاصې متن هست ایره میخوانیم بعدش فعالیت ها هست ببینیم که شما از نشانه های نوښتاری کدام نشانه را یاد گرفتین اگر یاد, داشت، یاد داشته باشین پس فعالیت ها برتون خیلی ساده میشه پس بیاین که خلاصه متن رو با هم بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم ده متن لندیس خلاصه ی متن دیر خلق ده لیک په لیکلو او لوستلو کی لیک نخی په پا پام کی ننیسی حال دا چی ده لیکلو او لوستلو ضروری او لازمی برخده بیا د لیک نه خوته کلاک پاملرنه وشي د لیک نه خو په مراته ولو سره انسان له تیروتنو غورل کیږي او د سمو لیکلو او لوستلو جوګه ګر گر... جوګه کیږي کاسو د ادب نور برخه کې معلومات ولري او په دې برخه کې لاس برای ونلري لوست او لیکل به یی کمزوري وي نو اړینه ده چې دې برخې ته هم په پا کلکه پاملرنه وکړي دوستا ای متن چ رو ما یک بار خواندم و خاطر از که در امی خلاصه متن هم ما امون نشانه هایی را که قبلا خواندیم نشانه ها مثل کامه مثل نقطه و دیگه علامات را داشتیم که باید به با چی شکل خوانده شود حالا میریم ترجمه میکنیم دیر خلق دلیک په لیکلو او لوستلو که اکثر مردم در خواندن یک متن و یا هم در نوشتنش که لیک نکی پا پام که ننیسی نشانه های نوشتاری را در نظر نمی گیرن ببینید دوستان اینجا کامه داریم حالا کامه یکی از کاربرد های بود که در وقت, وقت خواندن متن باید یک توقف خیلی کوتاه داشته باشیم و در وقت نوشتن به خاطر جدا کردن دو موضوع باید استفاده شود حال دا چی؟ د لیکلو او لوستلو ضروری او لازمی برخه ده ببینین اینجا در آخر ما نکته داریم یعنی جمله تمام هست حال اینکه حالان اینکه ما در نو... لیکلو او لوستلو ضروری او لازمی برخه ده حالان این که این نشانه ها یکی از بخش های ضروری خواندن و نوشتن هست باید لیک نکوتا کلک پاملر نوشی بازم اینجا نقطه داریم باید که به با نشانه های نوشتاری توجه خیلی جدی شود دلیک نکو په مراعت اولو سره انسان له تیروتنو ژغورل کیگی در وقت مراعت کردن نشانه های نوشتاری انسان را از خیلی تیروتنو یعنی اشتباهات نجات می، ژغورل کیږي او د سمولیکل او لوستل او جوګه کیږي و, 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 و نامونه از خوب نوشتن او خوب خواندن میشه کڅوک د ادب په نورو برخو کې معلومات ولري اگر یک شخص در موضوعات دیګي ادبيات یک زبان معلومات داشته باشه او په دې برخه کې لاسبرای و نه لري اما درې بخش دسترسی نداشته باشه در نشانهای نوښتاری لوستل او لیکل به کمزوري وي نوشتن و خواندنش خیلی کمزور خواهد بود نو اری ده پس ضروری است چه دی برخی تا هم پکلک پاملرنه وکری و ای ضروری است که به ای بخش یعنی نشانه های نوشتاری هم توجه جدی کنند خب دوستا این بود خلاصه متن بریم به فعالیت ها ازا یادتان نره که ما در فعالیت ها قرار است به او معلوماتی که داشتیم شما اجازه از این ندارین که دوباره برین به کاربردایش چون یاد دارین تمام نشانه ها را ما بعضی از نشانه هایی را که در درس قبلی خواندیم من بالای تختم و نشانه ها را نوشته می کنم شما ببینین و نمایشه بر من بگوین که اولش این نشانه بود برازی چی می گفتن دوستا؟ نقطه و دو هم کاما دریم پختنیزه پختنیزه یا سوالیه و چارمش نداییه بود نه؟ یا علامه تعجب او پینزم دو تا قوس بود نه؟ خب اله بريم په فعالیت‌ها فعالیت‌ها رانجام را مې تيم بي وینيم چې در فعالیت ما شما کومه موضوعات لري هغه په لومړی سر کې په لومړی فعالیت کې زه دا کوم کې د لاندې پښتون ته ځواب وایي د لیکلو او لوستلو کې د لیک نه کول څه ګټ لري در وخت نوښتان و خواندان مراد کول د نشانهای یو نوښتوري چی فواید لري خب دوستا په سوال میتونیم خلی ساده جواب بتيمي که در وخت نوشتن و در وخت خواندن یک متن اگر ما نشانه های نوشتوری را مد نظر بگیریم پس با هیچ اشتباهی روبرو نمیشیم نو ویل شو چی د لیک نخي ډيري اړيني دي زکه چی منغه تا سرم راست کوي چی یو متن خو ولวนو او یو متن خو خاصتا وليکو او د خپل هدف لوستونکو ته ورسوو تکایی یا نقطه سه وقت کارول کیگی نقطه چه زمان استفاده میشه؟ پس ایره ما میفهمیم که نقطه کله چی یا جمله ختم شی او دیوی پوره یا جمله کامل گفته میتونیم دیوی پوری جمله په آخر کی رازی دریم زداكون کې په د لاندې جملو کې صفاتونه پیدا کړئ صفطҳо را دي جمله پیدا وکړین که غواړئ زداكون کو نو مخکې د جملو ته ورشو صفات څه شي ته وایي صفات هغه کلمه ده دا چې د یو نوم سرنګوالې ښکارا کوي یعنی چگونګي یو اسم را اشکار میکنه زما واسکټ تور دی واسکټ ماس سیاه است هالا تور درباره واسکت معلومات میته اما چگونگی یا حالتش بیان میکنه پس تور اینجا صفت هست ده احمد موتر سپین دی سپین سفید پس این صفت هست دا دیوال پلان دی ای دیوال خیلی زخیم هست حالا پلان اینجا صفت هست محمود زیرک حلق دی محمود بچه هوشیار هست حالا زیرک در اینجا میشه صفت چون درباره محمود معلومات مې دا نورځي چې سلورم فعالیت تور شو زدا كون کې په لاندې جملو کې اړوند لیک نېخ لیک نکې ولیکي غواثت جملات چې از درې جماو شما همو نشانهایي کې نیاز است نوښته وکړو دا سوق داسې په سنجمو نیاز وب پښتنې زیا سوالیا داريم دلته راشه دلته راشه چون اینجا سوالی بود پس اینجا ما نمیتونیم نقطه بگذاریم دل تراشه یعنی اینجا بیا حالا اگر دوستایی با صدای خیلی بلند باشه اگر صدای یا امو حالتش به شکل باشه که بگویم دل تراشه یعنی اینجا بیا پس ما اینجا نقطه میگذاریم اما اگر با صدای خیلی بلند و شکل هیجانی باشه دل تراشه یعنی امر خیلی قوی باشه در این صورت میتونیم که از علامه ندایه استفاده بکنیم نخود وسکی مڼه او انګور می واخستل سی نخود ینجې مو کومه نیو دریم وسکی مڼه او انګور می واخستل چون مو ییکی از کاربورټهای کومه را خواندیم که اسماها را با هم جدا میکنه پس میتونیم کامه بګزاریم پینځم زده کوم کې دی پلان دی متن کې لازم لیک نه کی په کری یعنی در اینجا ما نشا... نام های علامات را داریم شما فقط در داخل قوس علامیش را نوشته بکنیم اه... که در بالای تخته ما امو علامه را نوشته کردیم نظر به او شما میتونین که علامه گذاری بکنین در لیکن یوشمیر کیفیتون لکه پختنه سوالیه شکلش کدام سوال بود؟ سوالیه خطاب یا علامه ندایه بود کامه که من مطمئن هستم همگیتان می فهمین تمسخور وقتی ما به یک چیز تمسخر می کنیم در نوشتن باید کدام علامه را بگذاریم ما نیاز به علامه نداییه داریم پای اخیر یعنی جمله که آخر شوه ما نیاز به نقطه داریم شارحه که دو نقطه بالای هم بود او نور ده ده و لیک په واسطه سرگندیگی و فعالیت اخیر ما از دا که دی, دی لغتونه دی لغتون معنا و پا جملو که بریم دوستا اینجا چند لغت هست اینا را معنا میکنیم و به یکیش جمله نوشته میکنم با هم میبینیم لمره کیفیت کیفیت که ما شما هم کیفیت میگیم دوام سرگند سرگند به معنای واضح آشکار دریم هیله امید آرزو سلورم ملندی ملنده یعنی رشخندی یا تمسخر تمسخر هم گفته میتونیم که اگر نزده اون کورازه چی ده هیل پاک و جمله ولیکو چی دریم لغت ده هیل هیل به معنای آرزو نو ویل شو چه هر انسان پا خپل جووند کې تخپل جووند کې هيله ک هيله مفردش بود هيله جمعش هست هيله او اومیدونه لري هر انسان تخپل جووند کې هيله او اومیدونه لري خوب دوستان یادته نه رکه شما هم بهې لوګاتو جمله نه وښته وکنين و دبره نشانهای علامه گذاری یا دلیک نخو په حق له هغه معلومات چې تاسو تر لاسکړئ دغه په کله هم تاسو یوه متن ولیکئ دا زمونږ نننای لوز ته تربیته ستول پلو یو بكن چې خدای سپارم د خدای پهمن